سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم حال همتون خوب باشه. کار تلمیتیک امروز بالاخره اومدش و قراره توی این ویدیو فول گردونش رو بزنیم و یک چند تا لول آپگریدش کنیم و از آخرم چند تا گیم پلی با اتچمنت گان M16 که قراره بهتون بدم مشاهده کنیم که به شدت خفنن. اول بریم به سراغ زدن گردونه که بار اول به هم چاپر دادش که چاپر نسبتا چرتیه. بار دوم گردونه به هم کالی استیکس دادش که کالی استیکس نسبتا خوشگلیه و اپیک جزایی میتونه از این ملی باشه. به نظر من به جز گان و خود کاراکترش هیچ آیتم دیگه ای ارزش خرید نداره در این گردونه. بریم سراغ بار چهارم که به هم کالین کاردش داد. بار پنجم هم به هم ایموتش داد که ایموت بدی نیست ولی خب زیاد خوبم نیست. بریم سراغ بار ششم که به هم اکورنه دادش که اپیک بدی نیست از این بوم. و بار هفتم هم به هم وینگسوتش دادش. بار هشتم هم به هم کلتش داد که کلتر نتی و اسکین ساده داره و از آخرم بار نهم به هم گان M16 شد دادش. صادقانه اگه بخوام بهتون بگم این گان توی این سیزن ایمبات داره و روی انمی ها قفل میشه و دهن انمی ها رو خیلی راحت سرویس میکنه. جلوتر بهتون به تعیین اتچمنتش رو میدم داخل بتل که بتونید ازش استفاده کنید و لذتش رو ببرید. و اما دوستان بریم به سراغ زدن کاراکتر میتیک اسپکتر تی تری. گرونترین و بهترین کاراکتر بازی کال آف دیوتی موبایل همین کاراکتر هستش به نام اسپکتر تی تری که به جای ریپر لژندری و بتل برش میداریم و جلوترم چندین تا گیم پلی بهتون نشون میدم که این کاراکتر چجوریه. برای باز کردن این کاراکتر به صورت بیسیکش 7220 سپی نیاز داریم که این گردن کامل بزنینش و نسخه بیسش رو باز کنین. برای آپگرید کردنش در ریجن هند 19000 سی پی در مجموع با خود گردونش ما سی پی نیاز داریم که این کاراکتر رو فول آپگریدش کنیم، ولی خب من بیشتر همون لوت باکسش رو می‌خواستم با رنگاشو. بعداً اگه خواستین توی ویدیوهای بعدی این کاراکتر رو فول آپگریدش می‌کنیم، ولی به نظر من زیاد ارزش نداره که این کاراکتر رو بخواید فول آپگریدش کنیم. همون چیزهایی که می‌خواین رو بگیرینش. من خودم فقط لوت باکس میتیکش رو می‌خواستم با رنگاشو. رنگاشو حالا بعداً می‌گیرمش. این انیمیشن کیل شمارش هم فکر میکنم واسه موتی باشه چون من اینو داخل بتل ندیدمش و موتی هم کلا امروز بازی نکردم به خاطر پینگ خیلی بد. اینم رنگ سطح اولش هستش که فقط میتونیم اون ماهیچه های روی بدنش و رنگاش رو عوض کنیم و دو رنگ قرمز و سبز بهش بدیم که گیمپلی که بتونیم شوندن به رنگ سبز. و اینم نمای لابی خفنشه که واقعا جذابه و پزمین لابی موتی و بتل واسه این کاراکتر عوض میشه. و اما دوستان بریم به سراغ بهترین اتچمنت گان M16 که میتونید داخل تصویر مشاهده کنید. واقعا خفن این گان توی این سیزن، حتما امتحانش کنید. و اینم دوستان نمای ورودش در بازی بتل رویال کال آف دیوتی موبایل هستش که بد نیستش. و اما دوستان بریم به سراغ بررسی کاراکتر خفن میتیک اسپکتر تی تری. این کاراکتر از لحاظ استایلند تقریبا میشه گفت شبیه نیکتو لژند و کاراکتر اوترایدر لژندری هستش، فقط با این تفاوت که این کاراکتر امکاناتش بیشتره. برای خرید این کاراکتر من بهتون بگم که اگه مثل اکانت من اکثر گانهای میتیک و لژندری داشته باشین و بخواین یه اکانت کامل و خوب درست کنین حتما این کاراکتر رو بخریدش. اما اگه دوستان میخواین اولین گردونتون رو بزنین این کار رو نکنین چون دوستان خیلی گیرونه این گردونه. با پول کامل کردن این گردونه ما میتونیم 4 تا فول گردونه دیگه در داخل ریجن هند بزنیم و این کار به نظر من به صرفه تره تا اینکه بخواید تمام سیپی هاتون واسه این کاراکتر خرج کنید. به صورت کلی زدن 4 تا گردونه کامل بهتر از یه دونه کاراکتر میتیکه. اینم بهتون بگم که اگه فقط نسخه بیسش رو میخواید نسخه بیسش با کاراکتر لژندری زیاد فرق نمیکنه و اگه قصد خرید این کاراکتر خفن دارید حتما سعی کنید فول آپگریدش کنید.
اما دوستان بریم به سراغ بررسی لوتباکس میتیکش که واقعا جذابه. لوتباکس اولیش زیاد با لوتباکس های کاراکترهای لژندری فرقی نمیکنه، ولی لوتباکس میتیکش که ارتقا بدین واقعا خوشگل و جذاب میشه و هم بزرگه و هم ما میتونیم با دکمه زیپلام روش پرچم خودتون رو بزنیم. اسم این پرچم به اسم اکانتتون در میاد. اینجا چون اسم اکانت من لوناتیک هست، اسم پرچمش هم لوناتیکه که میتونید داخل تصویر نمایش رو ببینید که واقعا جذابه. اگه این کاراکتر رو خریدین حتما حتما لوتباکس رو ارتقا بدین که واقعا جذابه. برای گان M16 بگم که اگه قصد خرید کاراکتر میتیکو ندارین ولی سیپیشو دارین، حتما گردنه تا جایی که گان رو بهتون بده بزنین، چون دوستان این گان واقعا خفنه و جذابه. تقریبا میشه گفت شبیه لژندری M13 هستش و ایمبات خیلی خفنی هم داره که توی این هایلایت این گان میتونید قشنگ مشاهده کنید که چقدر انمی ها رو سریع میندازه. هم فیفایرش و هم ADSش واقعا فوق العاده است. حتما با اون اتچمنتی که خودم بهتون دادم و تستش کنید این گانو، چون اتچمنت خودش زیاد چنگی به دل نمیزنه. ولی خدایش این گان توی این سیزن نامردیه و قشنگ انمی ها رو با یک تیر میندازه. خیلی وحشی شده این گان M16 توی این سیزن. کیل افکت جذابی هم داره و اگه روی حالت گرافیکی بالا بازی کنین از کیل افکتش خیلی خوشتون میاد. خب دوستان خیلی ممنون که تا اینجا تماشا کردین، امیدوارم لذت برده باشین یا دیدن ویدیو. اگه ویدیو دوست داشتی حتما دکمه لایک رو بزن و نظر خودتو درباره این کاراکتر و کلا این گردنه برام کامنت کن که آیا ارزش خرید داره یا نه. من که واقعا از زدن این گردنه راضیم و یکی از گردنه هایی بود که واقعا لذت بردم از زدنش. امیدوارم شما هم بتونین این گردنه خفن و کامل بزنین، مخصوصا زمانی که آفر سیپی دو برابر در داخل بازی هستش. خب دوستان خیلی ممنون بودم تا اینجا تماشا کردین. تا ویدیوهای دیگه مراقب خودتون باشین. خدا نگهدارتون.